تمام قدرت روح تشیع از اینجا عوض میشه، تشیع آزاد میشه، میاد رو کار حاکم بر جامعه و سرنوشت خودش میشه، اما متوقف. اصولا یک نمونه عرض کنم برای اینکه شما از این مختصر حدیث مفصلش رو بخونین که فرصت نیست تشریح کنم، با او اینه که روحانیون شیعه که در طول ده قرن پاسدار پرچم حسین بودن، در طول ده قرن عاملین خطر برای حکومت‌های فاسد بودن و علمای شیعه که در طول ده قرن در کنار مردم بودند، جاشون عوض کردند، دیدیم که در کنار حاکم قرار گرفتند. از اینجا همه چیز عوض شد. این در کتاب وعاظ السلاطین که یکی از کتابهای بسیار خوبه، بحثی داره به این که اصولا علمای شیعه، و آقای هانری لاوست هم یک بحث شبیه به همین داره که علمای شیعه یک امتیاز بزرگ بر همه علمای مذهبی دنیا دارن و حتی التسنن، و او اینه که این علما اصولا مقام‌های آزادن، در قید و بند یک نظام نیستن، نظام حاکم، چه نظام حاکم، چه شیعی باشه، چه سنی باشه، چه غیر مذهبی باشه، هر چی میخواد باشه، اصولا ارتباط ندارن از لحاظ اقتصادی، از لحاظ زندگی، کارمند جایی، وابسته به جایی، مقام رسمی به یک نظامی نیستن، مقام‌های آزادن و به خصوص از نظر اقتصادی وابسته به توده مردم هستند. توده مردم هستند که اونها رو اداره میکنن و اونها رو بزرگ میکنن و اونها رو قدرت میدن. پس منشأ نفوذشون، مقامشون، قدرتشون، حیثیتشون و حتی اقتصادشون توده مردم هستند. برای همین هم هست که برخلاف اهل تسنن که علما و روحانیون رسمیشون ابلاغ دارن از حکومت رسمی، درست مثل مقامات دیگه دولتی، این برای این تحلیل جامعه شناسی نشان میده که چگونه نقش اجتماعی علمای شیعه در طول تاریخ اسلام با نقش اجتماعی علمای سنی متضاد بوده. اینا همواره توی مردم بودن و همواره در پیش شاپیش مردم بودن و در برابر ها نظام حاکم، و اون علما همواره جزئی از این دستگاه حاکم بودن. عالم شیعی حتی اون کسی که خیلی هم دارای حسن نیت و صداقت نباشه، ناچار است زندگی خودش رو بر اساس یک تقوایی طرح کنه که مورد قبول مردم باشه، اگر نه به کلی نابود شده. حتی نظام حاکم هم اگه خواسته باشه نگهش داره، دیگه نمیتونه نگهش داره، برای که از اصولا از توده و افکار عمومی تغذیه میکنه، هم معنوی هم مادی. اینه که علمای شیعه یکی از خصوصیاتشون همواره درگیر بودن با نظام حاکم در تاریخ بود، و یکی تقوای بارز و آشکارشون بود که هنوز هم باز به نسبت نظام‌های مذهبی دیگه و روحانیون همه مذاهب دیگه، باز و حتی فرقه‌های دیگه اسلامی، روحانیت شیعه متقی‌ترین روحانیتیه که امروز در جهان وجود داره. به طوری که همین دهان لاوستی که عرض می‌کنم، از طلبه ایرانی به عنوان جامعه شناسی بحث میکنه، مقاله میگه اینا پرولتره، نه تنها کارگر فکری هستن، پرولتر فکری هستن، پرولتریای فکری هستن. یک طلبه ای که با 10 تومن، با 15 تومن، با 20 تومن زندگی میکنه و تحصیل میکنه و بهتر از هر دانشجوی کار میکنه،
و بعد دست دیدی میخونه که هیچ تضمینی برای تأمین او نیست، چنین کسی در دنیا وجود نداره. در دوره صفویه این روحانیت شیعه در این حال که باز به نسبت نظام‌های کلیسایی و سازمان‌های رسمی روحانی مذاهب دیگه کاملا با اون قابل مقایسه نیست، در کنار حاکم قرار میگیره و در کنار شخص حاکم. در اینجا مذهب تشیع تغییر جهت میده، تشیع ضد وضع موجود تشیع وفق وضع موجود میشه، تشیعی که به عنوان یک نیرو در برابر حاکمیت بود، به عنوان یک نیرو در کنار و در پشت سر این قدرت می ایسته و ازش جانبداری میکنه، کارش و نقشش هم عوض میشه. تشیعی که حالت انتقادی به وضع موجود حاکم داشت، حالا یک رسالت تازه داره و اون حالت توجیهیه. عالم شیعی که همواره پرهیز داشت از تماس با قدرتمندان و همواره اصطلاح معمول شیعی که هنوز هم توی زبان و فرهنگ ما هست، برای قدرتمندان یک اصطلاح مشترک داشت، ظلمه، حالا این شخصیت که پرهیز داشت از تماس با ظلمه به سادگی همکار و همدست و همگام و همنشین این قدرت ها میشه. و بعد در نظر عموما بد نمیشه، بد نیست. درسته که این حاکم فاسده، درسته که در همین عالی قاپو خانه هایی رو میبینیم که مثل خانه های خلیفه بغداد، کلکسیون چنگ و آلات موسیقی و مشروب داره، درست مثل خلفای بغداد، و حاکم صفوی هم اهل همه فرقه هست. اما این مانع از این نمیشه که جامعه و وجدان شیعی نتونه تحمل کنه وقتی میبینه یک روحانی بزرگ و عالم بزرگ با تقوا و نابغه شیعی مثل شیخ بهایی که از مفاخر ماست با او همکاره و همراهه. جامعه میپذیره، تحمل میکنه این دو تا چهره در کنار هم. چرا؟ برای اینکه این فرد، این حاکم، در این حال که مثل خلفا زندگی میکنه و مثل خلفا حکومت میکنه، درسته، اما حب علی در دل داره. و این همه چیزش توجیه میکنه و انتقام حسین رو داره میگیره و این همه چیزش توجیه میکنه برای چی؟ برای اینکه روایت است و الان هم منتشر میشه. همین الان که محب علی در بهشت است، ولو این روایت خود خدا گفته. محب علی در بهشت است ولو آسی بر من باشد و مبغض علی در دوزخ ولو مطیع من باشد. خب این هم یک آسی بر خداست ولی محب علیه، بنابراین مبغض در بهشت. دو تا دستگاه میشه، یکی دستگاه خدا، یکی دستگاه علی. نه تنها دو تاست بلکه با هم رقابت دارن، نه تنها رقابت دارن بلکه علی برده و خدا باخته. تمام اون ترازو و قیامت و عدل و اونا همه هیچی،
اونا هیچی. این حب مثل یک مایه اسیدی همه رو میخوره و میبره و از بین میبره. و حتی از این بالاتر، مگر نمیگه که این گناه میکنه، آلوده است، خیانت میکنه، اما یک اصلی که کسی که ولایت مولا علی رو داشته باشه، سیئات و بدیهاش تبدیل میشه به حسنات و خوبیها. بنابراین محب علی اگر آدم زرنگی باشه، باید شب و روز از پلیدی و خیانت و گناه غفلت نکنه تا مایه های بیشتری جمع کنه برای تبدیل به حسنات شدن. از اینجا میبینیم داره ثواب میشه، یک چیز تازه داره به وجود میاد به نام تشیع صفوی. اینا میبینیم که پخ کرد قضیه، حرفا تازه، توجیهات تازه، شخصیت ها تازه نیست، باز علیست، باز همون محبت علیست، همون ولایت، همون چیزایی که بود از زمان خود پیغمبر بود، همون حرفات، همون اصول عقایده، اما یک جور دیگه مثل که شده، اصلا یک وضع دیگه ایه، اصلا یک اصلا مثل یک وضع اصلا بکلی ضد اون چیزای قبلیه، اما همون هم هست. مشکل از همینجا، مشکل از همینجا، مشکل فهمیدن از همینجا. بعد به هر حال دو تا تشیع وجود داره. تشیع متاسفانه فقط باید تیترا رو بگم. تشیع حب و بغض احساسی، تشیع صفوی. در برابر تشیع منطق و تحلیل و آگاهی و شناخت، اون تشیع علوی. یک تبدیل دیگه بزرگ، همونطور که تشیع از حرکت تبدیل به انستیتوسیون و نظام میشه و احساس شیعی از یک شناخت مکتب آگاهانه فکری تبدیل به یک احساسات حب و بغضی نسبت به اشخاص میشه، همونطور هم عالم شیعی تبدیل در اون دوره بیشتر گرایش به روحانی مذهبی میکنه. در اسلام و بخصوص در تشیع از همه قوی‌تر و روشن‌تر این است که ما شخصیت‌های مذهبیمون را عالم می‌گیم. همین الان هم همین اصطلاح هست، علما را دعوت بکنیم، علما اینجور گفتند، مقصود روحانیون مذهبی هستند، یعنی مقصود شخصیت‌های دینی هستند. اصطلاح اسلامی و شیعی برای مقام دانشمند دینی عالمه، اصطلاح مسیحی روحانیه. روحانی کسیه که آدم زاهده، آدم با تقواست، آدم پاکیه، عبادت میکنه، نفسش خوبه، قدمش سبکه، دستشی که میبوسید دل آدم روشن میشه، نور از چهرش در پتوغه. حالا نمیفهمه اشکال نداره، مهم نیست، اون روح درش هست، روح به شعور مربوط نیست، روح، اسپری، سن اسپری، روح القدس، یک تیکش این تویه، این تقدس اونه، مقدسه. در تشیع، در اسلام اولیه و بعد در طول تاریخ و همین الان هم در ذهن اندیشمند شیعی عالم مذهبی وجود داره. عالم، عالم یعنی چی؟ یعنی اون کسی که مذهب رو میشناسه، متخصص دینیه، تحصیلات این کار داره، تحقیقات این کار داره، آشنایی این روح و این هدف و این روابط و قوانین رو داره. چون که یک متخصص قلب داریم، یک متخصص زمینشناسی داریم، یک متخصص فلسفه داریم، این متخصص و آشنای به دینه. فقیه هم به همین معناست، فقه یعنی علمه. اما کم کم در کنار عالم شیعی شخصیت های وجود میان که اینا عالم شیعی نیستن. وقتی از اصول تشیع ازش میپرسیم بلد نیست، وقتی ائمه رو بهش میگیم که کیا هستن، چی کار بودن، چی میگفتن، وارد نیست، یادش رفته. در قدیم ما مطالعه میکردیم، بعید العهد شدیم آقا،
زحمات خودمون ما کشیدیم، اما نورانی و روحانی و مقدسه و مورد احترامه. اینا این تیپا کم کم زیاد شدن و مورد تشویق قرار گرفتن و لانسه شدن، تأیید شدن، و اینا هم توده به سادگی میتونست به اینا بپیونده، برای که اینا اصولا قدرت و استعداد عوامگیریشون بیشتر از یک آدم دانشمند زحمت کشیده. دوستاستان همون دهاتیه که یک باسوادی بود از توی ده، بعد این خوب دخونش گرفت و اون ملای ده رقابت کرد با این مکتب داره، بعد مردم گفت یه بی سواد بی خود میگه که آمدن گفتن امتحانش کنیم، گفت یک مار بکش، مار بنویس، این هم نوشت مار میم و الف و ره، نشون داد به دهاتی ها ببین این مار، این که مار نیست، یه اصلا مورچه است. که بعد گفت حالا من میکشم، عکس مار رو کشید، سواد نداشت اصلا، بعد نشون داد به عوام، همه یارو با سواد رو بیرون کردن. این تیپ خود به خود نفوذش در توده عوام بیشتر میتونه بشه، به خاطر اینکه کسی که سواد و تحقیق نداره هم بیشتر تفاهم داره با توده، با عوام تفاهم داره و هم بیشتر کار کرده روی اونا و هم بیشتر اصلا تخصصش این میشه، غیر از اون کسی که روی روایت و حدیث و کلام و قرآن و نهج البلاغه تمام عمرش صرف کرده، او اصلا اعتنا به مسائل نداره، اصلا تجربهش هم نداره، یک گاهی یک چیزی میگه اصلا میرونه همه عوام ره میرمانه. کم کم شخصیت هایی که عالم شیعی بودن ضعیفتر شدن و شخصیت هایی در کنارشون و در درونشون تقویت شدن به نام روحانی شیعی، به طوری که در طول این تاریخ صفویه عالم شیعی داریم و روحانی شیعی با همین اصطلاحی که میگم البته ها، گرچه امروز این اصطلاح عمومی شده و ما به عالم شیعی بزرگ هم روحانی میگیم و به روحانی شیعی هم عالم میگیم، اما این دوتا مفهوم رو با این معنا که من میگم در ذهن از هم سوا بفرمایید. عالم شیعی از کنار مردم برخاست و در کنار سلطان صفوی نشست. تشیع مردمی یعنی تبدیل شد به تشیع دولتی. بعد پس دو تا تشیع وجود آمد، یکی تشیع علوی که بود و هنوز هم هست خوشبختانه، و یکی تشیع صفوی که نبود به وجود آمد و هنوز هم هست متاسفانه. و حالا اصول عقاید تشیع صفوی و تشیع علوی رو فقط براتون میخونم. یک، مهم و مشکل اینه که در هر دو تشیع اصول و فروع هر دو یکیه، هیچ با هم اختلاف نداره، هیچ با هم اختلاف نداره، و تشخیصش هم مشکل بودنش از همینجا که تشیع صفوی آمد بر روی خود پایه های تشیع علوی تشیع خودش بنا کرد، در قالب های فکری و ذهنی تشیع علوی این قالب ها رو گرفت، محتواش خالی کرد، تشیع صفوی رو قاطیش کرد، مردم نفهمیدن که مذهب عوض شد، قالب ها عوض شد، شخصیت ها عوض شد، هیچ کس نفهمید، هنوز هم خیلی ها نفهمیدن، اما درون به کلی چیز دیگه شد. کاش به جای تشیع میگفتن یک فرقه دیگه، یک دین دیگه آمد و اون رو میتونستند اشاعش بدن، ولی صرف نداشت، مصلحتشون نبود، درست همین ظرفهای اعتقادی رو گرفتن، خالی از محتوا کردن، یک محتوای تشیع دولتی رو قاطیش کردن، یک مذهب دیگه، مذهب ضد تشیع رو قاطیش کردن، این که متوجه نشد وجدان عمومی. یک، اصول تشیع این هاست، اصول که میگم به او اصطلاح اصول فروع دین و اینا نیست اصلا، یعنی پایه های اساسی اعتقاد شیعه بودن. در تشیع علوی پایه اساسی بر اطرت خانواده پیغمبر اسلام،
در تشیع علوی. اما در تشیع علوی اطوت یعنی اهل بیت یعنی خانواده پیغمبر وسیله است برای اینکه از اونجا آدم بره پیغمبر رو بشناسه. اطوت در تشیع علوی ملاک شناخت روح اساسی اسلام، چهره حقیقی پیغمبر و معنا و جهت واقعی قرآنه. فقط کارش اینه. اهل بیت، اهل بیت در تشیع علوی به خاطر این نیست که اهل بیت پیغمبرند، به خاطر این نیست، به خاطر اینکه این اهل بیت، این خانواده خودش یه خانواده است مثالی، ایدئالی، اصالت بخیش داره، نه به خاطر داماد پیغمبر بودن، دختر پیغمبر بودن، نوه پیغمبر بودن، به خاطر اینکه این خانواده خانواده کامله، در همه ابعادش نمونه است. بنابراین اگر این خانواده منصوب پیغمبرم نبود، باز الگوی اقتدای انسانها بود. در هر جا، در یونان هم اگر می بود باز همین ارزش داشت. هر جا خانواده پیدا بکنی که در اونجا مردش علی باشه و زنش فاطمه باشه و دختر زینب باشه، پسرش حسین باشه، اون خانواده خانواده سالت داره، نیاز داره انسان به او و به این فامیل نیاز داره و ازش چیز میآموزه، میفهمه. برای چی ما به این خانواده احتیاج داریم؟ به خصوص برای شناخت اسلام، برای اینکه مروان هم از محمد صحبت میکنه و از سنت پیغمبر، معاویه هم همون رو میگه، همه خلفای بنی امیه و بنی عباس هم میگن، در همون زمان عمر و ابوبکر و عبدالرحمن و عثمان و سعد ابن ابی وقاص و همه هم دارن میگن، هر کدوم یک جوری میگن. پس من کدام پیغمبر و کدام چهره رو بشناسم به عنوان چهره واقعی او؟ از خانوادهش میپرسم. خیلی ساده، در تشیع صفوی اطوت هست، اما به عنوان یک خانواده‌ای که وسیله برای کنار زدن سنت پیغمبر، در محاق گرفتن سیمای پیغمبر و تعطیل شدن قرآنه، برای این کار. دو، اصل دوم در تشیع علوی عصمت. عصمت به این معناست که رهبر مردم، رهبر جامعه، کسی که رهبری سرنوشت مردم رو داره و همچنین رهبری ایمان مردم رو داره، این باید معصوم باشه، فاسد، خائن، ضعیف، ترسو، سازشکار، پلید نباشه. این معنی عصمت. این عصمت یک مشت بزرگه به دهان هر کسی که ادعای حکومت اسلامی داره ولی ضعیف، پلید، فاسد، خیانتکاره. این یک مانع بزرگه در راه رسیدن به حکومت قدرت‌های پوشالی پلید. و از اعتقاد شیعه به عصمت همواره این اقلیت را وامی داشته است که در یک عصمت اجتماعی و فکری از تماس و آلودگی با قدرت‌های آلوده محفوظ بماند. و یک ضربه دائمی بوده در تاریخ اسلام که همه خلفا و وابستگان به خلفا که خود را جانشینان پیغمبر می‌دانستند و بیش از هر حاکم روم و یونان و شرق و غرب و یا مثل اونها حکومت بر مردم می‌کردند، اونها را اصل عصمت رسوا بکنه و محکوم و هرگز قابل تحمل و پذیرش نباشه. عصمت، اعتقاد به عصمت، یک پرده‌ای بین توده مردم بود و حکومت‌هایی که می‌خواستن از توده به نام دین بهره کشی کنن. و در تشیع صفوی عصمت عبارت است یک حالت فیزیولوژی خاص، بیولوژی خاص، پسیکولوژی خاص،
که امام ها دارند و از یک ماده خاصی ساخته شدند که اصلا نمیتونن اونا گناه بکنن، اصلا نمیتونن گناه بکنن. خب بنده مگه وجود ساخته میشدم که نمیتونستم گناه بکنم؟ تقوام دو پول ارزش نداشت. نمیتونم گناه بکنم، این چجوری بی‌گناهیه؟ چجوری بی‌گناهی؟ دیوارم نمیتونه گناه بکنه. اصلا ذاتش یه جوری که نمیشه، نمیتونه اصلا. مثل اینکه ذاتش یک جوری که شمشیر برش کارگر نمیشده. فلان امام، فلان امام نمیدونم اصلا یک چیزای فضائل عجیبه. هر وقت که زشت گفتنش است، ذات امام یک نوع اسمتی پیدا کرد که بعد امام متافیزیکی شد، یک موجود متافیزیکی شد، مثل جبرئیل، مثل فرشته‌های دیگه. خب این چه فایده داشت؟ هیچی. بیفایده بودن اعتقاد به اسمت. بعد توجیه خیانت هر حاکم، آقا معصوم که نیستن دیگه، معصوم که نیستن که. او اعتقاد به این که حاکم رهبر باید متقی باشه، معصوم باشه، او مخصوص او دوازده تاست، اونم که نیستن. یکی هست او هم بعد میاد. بنابراین در دوره غیبت که دوره عصمت هم تمام میشه، هر فسادی و هر خیانتی موجهه. ما نمیتونیم، معصوم نیستیم، فقط باید متوسل بشیم. این است که رهبری شیعه از این قید شدید تقوا و عصمت آزاد شد. در اصل عصمت توی تشیع صفوی آزاد شد. سوم، وصایت. وصایت توی بحث جامعه شناسی امت و امامت چند سال پیش در ارشاد به دقت بحث کردم و در یکی از درس‌های چند ماه پیشم و اشاره بهش کردم. وصایت عبارت بوده است به طوری که تشیع علوی میگه و میفهمیم ازش، عبارت بوده است از سفارش، نه انتخاب نه انتصاب، سفارش پیغمبر اسلام به معنای نشان دادن پیغمبر اسلام به مردم که پس از من عده معدودی در یک دوره موقتی باید بر شما حکومت کنند و فکر و راه مرا ادامه بدهند تا جامعه را در نهایت این زمان موقت به آستانه ای برسانند که امت تشکیل شده و در اون عوامل فساد و بردگی و استثمار و فریب مردم نابود شده و هر فردی در اونجا از مسلمانها به رشد و آگاهی سیاسی و خودآگاهی دینی رسیده و شایستگی این را پیدا کرده که بر اساس حکم دیگه اسلامی که بیعت و شورا باشه حاکم خودش رو بعد از دوره وصایت انتخاب کنه. این معنی وصایتی که میفهمید. در تشیع صفوی وصایت عبارت است یک رژیم وراثتی مثل دیگر رژیم های وراثتی و سلسله حکومت های ارثی که از پدر به پسر میرسد و از خیشاوند به خیشاوند و از نسل پیش به نسل بعد. و میبینیم امام اول به خاطر این امام اوله که داماد و پسر عموی پیغمبره که بنیانگذار سلسله است،
و بعدی به خاطر که پسرشه، و بعدی به خاطر که برادرشه، و بعدی به خاطر که پسرشه، 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 فقط فقط خود اصالت روی این فرد به نام امام نیست، اصالت روی این تبار و این اضافه وراثتی و موروثی است. توجیه وراثت در قدرت حکومت در طول تاریخ اون بسایه. چهارم اصل ولایت در تشیع علوی، ولایت التزام مردم است به حکومت علی، به حکومت علی با همه ابعادش و همه ضوابطش، و به پیروی از او و او را به عنوان یک تابلو و الگوی قبول کردن پس از او، و در ولایت تشیع صفوی ولایت عبارت است از یک ولایت گل مولایی ساخت عناصر اسماعیلیه، علی اللهی، باطنیه، قنوسیه و صوفیه و هندیه. بیشتر از دیگه توضیح نمیتونم بدم. پنجم امامت. امامت اعتقاد به یک نظام انقلابی سازنده یک جامعه امتی است که به عنوان یک رژیمی در برابر رژیم‌های دیگه تاریخ به وجود آمده و رسالتش رسالتی است که در وصایت گفتم و مصداق‌های خاصش بعد از پیغمبر ائمه شیعه هستند در تشیع علوی، و این ائمه شیعه به خاطر شخصیت‌های ذاتی خودشون حق رهبری جامعه را دارند و جامعه به رهبری اونا نیازمنده، و بنابراین اعتقاد به امامت نفی کننده تسلیم انسان معتقد به امامت در تشیع علوی است. هر گونه نظام ضد اون نظام ره. و اعتقاد به این است که پس از دوره امامت اون چند معصوم به اون معنای تشیع علویش، امامت این ضرورت ره در پیروش ایجاد میکنه در تشیع علوی که پس از اون دوره حکومت‌هایی که شیعه میتواند بپذیرد حکومت‌هایی هستند که به نیابت از امامت شیعی و بر اساس همون ضوابط و همون راه و همون هدف بر مردم حکومت میکنند. در تشیع علوی امامت اعتقاد انسان به 12 شخصیت هورقلیایی ماوراء الطبیعی بود که عبارتند از 12 شماره و 12 اسم مقدسی که باید اونها رو دوست بداریم، بپرستیم، بستاییم، ولی هیچ التزامی در زندگی ما از نظر پیروی به اونا نیست، برای اینکه اونا قابله، ما قابل پیروی از اونا نیستیم، ممکن نیست پیروی ما از اونا، برای که اونا جنسشون با ما فرق داره. بنابراین در تشیع علوی اعتقاد به امامت موجب این است که ما در حالی که 12 اسم را میپرستیم مثل که 124,000 پیغمبر معتقدیم، ولی در غیبت اونا، بدون اونا، در زندگی ما تن به هر فردی و هر نظامی میدیم به یک شرط که اون نظام و اون افراد حب 12 تن و 5 تن داشته باشن. با هر نظامی که زندگی کنن قیدی ندارن، با هر شکلی که با مردم رفتار کنن و با هر وضعی که زندگی فردیشون و اجتماعیشون بگذاره مقید نیستن، مهم نیست.
ششم عدل به معنای خدا عادل است در تشیع علوی، و خدا عادل است به این معنا که هر جنایتی در جهان حساب دقیق داره و غیر قابل گذشت، چون که هر خدمتی نیز و عکس العمل ها بدون گذشته، و اعتقاد به این که خدا عادل است یعنی عدل به عنوان یک نظام مصنوعی که سیاست یا حزب باید در جامعه بشری ایجاد کنه نیست. در تشیع علوی عدل که منصوب به خداوند می شود به این معناست که عدل زیر بنای جهانه و جهان بینی مبتنی بر عدله، و بنابراین اگر جامعه‌ای بر اساس عدل نیست، یک جامعه بیمار منحرف موقتیه و محکوم به زواله. اما در تشیع صفوی عدل یعنی اینی که خدا عادل است و ظالم نیست. خب فایده چیه؟ یعنی بعد از مرگ یزید میبره به جهنم، امام حسین حتما میبره به بهشت. خب بله، حالا چی؟ حالا این چیز رفتی نداره، موضوع علمیه، بحث علمیه، به مردم مربوط نیست. هفتم تقیه در یک عبارت بوده است از دو تا توجیه، دو نوع. اول تقیه شیعه در جامعه بزرگ اسلامی برای اینکه با ابراز موارد اختلافش باعث تفرقه در وحدت اسلامی نشه. پس تقیه در این حال پوششی است که شیعه عقاید خودش رو حفظ میکنه، اما به شکلی نیست که باعث تفرقه و ایجاد پراکندگی و خصومت در متن جامعه اسلامی بشه. برای همین هم از که میگم به مکه که میریم مثل اونا باید نماز بخونیم، مثل اونا طواف کنیم، نمیدونم باید با اونا نماز بخونیم. پشت سر امام مدینه و مکه الان هم میگن علمای بزرگ ما که نماز باید بخونیم. این تقیه، تقیه برای حفظ اون وحدت اون همه هم. دوم تقیه عبارت است از شرایط خاص مبارزه مخفی برای حفظ ایمان، نه حفظ مؤمن. هشتم انتظار. این تقیه تشیع صفوی که معلومه که چیه دیگه، خیلی روشنه دیگه، توضیحش لازم نیست، مواردش هم خودتون میشناسید. تقیه جوری که حق نشاید گفت جز زیر لحاف، به قول مولوی. تشیع صفوی به قدر این تقیه زده است که اصلا میپرسیم که آدرس منزل کجاست، رنگش میپره. دیگه یادش رفته، از بس تقیه کرده هی پوشونده عقیده خودش، نظر خودشه، بعد یادش رفته که نظر چی بود اصلا، به چی عقیده داشت اصلا، یادش رفته. آدم هایی نمیبینین که اصلا یادشون رفته که چی هستن، به چی چیز معتقدن. بلکه شما بفرمایین. دهم نفی بدعت، به طوری که تشیع علوی سنی ترین نهضت و فرقه توی نهضت ها و فرقه های اسلامی، سنی ترین به همین اصطلاح سنی ترین، و اختلاف تشیع و تسنن از دوره علی و به وسیله علی سر سنت پیغمبر اصلا، که علی معتقد است که سنت پیغمبر هیچ قدرتی نمیتونه به هم بزنه، تغییر بده، یکیش تعطیل کنه، یکیش اضافه کنه، منحرفش کنه. در صورتی که رقبای علی که الان به نام سردمداران و سران تسنن معروفند، سنت پیغمبر را دستکاری کردند و خودشون را ذی‌حق می‌دانستند در تغییر سنت‌های از پیغمبر بر حسب اجتهاد خودشان.
این است که علی اجتهاد در سنت به محال میدونه حتی برای خودش، و عمر اجتهاد در سنت به ممکن میدونه برای خودش. بنابراین اسم گذاری حقیقی اینه که تشیع علوی مذهب سنتی پیغمبره و ضد بدعته، اما تشیع علوی درست تشیع یک فرقه و یک مذهبی میدونه ضد سنت و در برابر سنت میخواد اطرت بگذاره. یکی از همینا، از همین معتقدین به تشیع صفوی، میگفت که توی این کتاب تو نوشتی پیغمبر خدا فرمود که من دو چیز پیش شما میذارم و میرم، یکی کتاب خدا، یکی سنت خودم. این از کجا آوردی تو اصلا؟ پیغمبر که همچی چیزی گفته؟ میخواد بگه که کتاب خود پیغمبر گفته کتاب خدا و سنتم و عفتم میگذارم، نگفته کتاب خدا و سنتم میگذارم. تشیع صفوی میاد اون جمله کتاب خدا و سنتی رو نفی میکنه، چنانه که بعضی از اهل تسنن میخوان کتاب خدا و عفتی رو نفی کنن. کتاب خدا و عفتی اصولا تفسیر و نتیجه و برایند کتاب خدا و سنتیه، هر دوش باید گفته میشد اصلا و بدون هم لنگ بود. اما این میخواد کتاب الله و سنتی رو در برابر سنت پیغمبر بگذاره تشیع صفوی، در صورت که تشیع علوی اطرت رو میخواد بیان و زبان رسمی کتاب الله و سنتی بکنه. نوع تلقی از اطرت ببینیم متناظر. یازدهم، دوره غیبت ره. دیشب گفتم به تفصیل در انتظار مثبت که انتظار صفوی که امام غایبه، حالا هم که نمیاد پس ما آزادیم، به نیابت او همه کار دل ما میخواد بکنیم. یکی غیبت به معنای تشیع علوی که دوره غیبت یعنی دوره اصالت و رهبری عالم نائب عام امام غایب میشه. عالمی که مردم او رو به عنوان عالم پاک بدانند، این رهبری جامعه رو به دست میگیره. دوره غیبت برخلاف اون دیگه تشیع صفوی میگه دوره انتظار منفی، لش بودن، معطل بودن، منتظر بودن دست بسته نیست. دوره غیبت یک دوره بسیار مترقی است، دوره است که امام خودش امارت نمیکنه و مردم و شیعه بهترین و روشنترین و آگاهترین دانشمند شجاع پاکشون ره به رهبری خودشون برمیگذینن تا او رسالت و مسئولیت امام ره در رهبری جامعه به عهده بگیره، چنون که افلاطون آرزو میکرد که حکومت به دست حکما بیفته. این با این قید ها. اما غیبت صفوی یعنی از غیبت امام باید میشه استفاده کرد. اصالت علم. دوازده، شفاعت. در جزوه فاطمه مسئله شفاعت اونجوری که من خودم عقیده دارم در اونجا تشریح کردم، اگر که خواسته باشین میتونین بخونین، مفصل گفتم اونجا و حالا فرصت نیست. و او اینه که شفاعت قبول دارم، حتی شفاعت خاک، حتی شفاعت خاک حسین رو قبول دارم، اما به معنای تشیع علوی. تشیع صفوی همین شفاعت خاک رو قبول داره به این شکل که علی، حسین، زینب، فاطمه، ابوالفضل، من شفاعت میکنه. به چی جور شفاعت میکنه؟ درست مثل یک آدم متقلب، دزد، خیانتکاری که یک پرونده سنگین جنایی تو دادگستری داره، اما یک قاضی دوست داره، اوره محبت اوره در دل خود جا داده، قاضیه یک جوری درش میبره. بلکه در این شفاعت صفوی بدتر، امروز دیگه پارتی بازی به اینجوری که میکنن دیگه بدهی مالیاتی رو مثلا ندیده میگیرن، کمش میکنن، یا اینکه پرونده جرم رو نفیش میکنن. در تشیع صفوی شفاعتی کار میکنه، تمام پرونده جرم رو، خود پرونده جرم تبدیل به پرونده خدمت میکنه.
تمام طلبایی که دولت از آدم داره تو دارایی یخه آدم چسبیدن، پارتی آدم در این شفاعت اون قرضه آدم تبدیل به طلب میکنه، این منهار به اضافهش میکنه. من 10,000 تومن مالیات بدهی دارم، میرم شفاعتم میکنه 10,000 تومن میگیرم. در شفاعت در تشیع صفوی عبارت است تأثیری که خاطره حسین، تجدید خاطره او، شناختن او، ارادت ورزیدن او، احساس نسبت به او در من اثر تغییر دهنده ایجاد میکنه و من ذلیل زبون رو یاداوری یا دیدار خاک او، آرامگاه او، خاطره او، شرح حال او، عشق به او، با شهامت، فداکار، بزرگندیش و آزاد بار میاره و مر مستحق نجات میکنه. این صفات. بنابراین من ضعیف زبون ذلیلی که از زندگی همیشه در برابرش میلرزم که از بین نرم و همه شخصیتم شماره لیست حقوقمه، وقتی میرم اونجا میبینم چقدر مردهای نه تنها شفاعت حسین، حتی یاران او، مردهای معمولی که مثل ما بودن به چه سادگی جانشون باختن سخاوتمندانه، خود این دیدار در من اثر شهامت بیشتر، ظرفیت بیشتر، تحمل و آزادگی و روح ایمان و اعتقاد و مردانگی و بزرگی را تقویت میکنه و من شایسته نجات میکنه. و این شفاعت تقلب کردن تو دستگاه و دفتر و اینا نیست. اونجا نجات در تشیع علوی حساب و کتاب یک ذره ردخور و یک ذره آبخور نداره. 13 اجتهاد آزاد در تشیع علوی یکی از اصول بزرگ تشیعه که علمای ما افتخارشون به اینه و افتخار تشیع به اجتهاده، که اجتهاد میگه بعد از اینکه اصول اسلام و قوانین احکام فقه تدوین شده ولی حوادث تازه به وجود میاد، نیازهای تازه به وجود میاد، جامعه تغییر پیدا میکنه، نظامهای زندگی فرق میکنه، اما مذهب و احکام مذهبی نمیتونن جوابش بگن، حکم تازه نیست. مجتهد به معنای کوشنده و محقق آزاد بر اساس اصول علم و روح مذهب میتواند این نیاز تازه زمان ره و شرایط تازه حقوقی و اقتصادی و اجتماعی را بررسی کنه و حکم تازه استخراج و استنباط بکنه. بنابراین اجتهاد آزاد باعث میشه که مذهب در احکام خاص خودش در یک دوره خاص منجمد نشه و متوقف نشه و دائما با یک بینش متحول و با یک تحقیق آزاد و اندیشه آزاد و تفکر آزاد، روح و استنباط و اندیشه و تحقیق و فهم مذهب و اصول حقوقی تکامل پیدا کنه در دوره های متناوب تاریخی. بنابراین اجتهاد آزاد عاملی است که مذهب را از میروندن به وسط در قالب های منجمد خودش نجات می‌بخشد. اما اجتهاد در مذهب صفوی، در تشیع صفوی، عبارت است از یک ادعای بزرگ و لقب بسیار بزرگ بدون محتوا. 15 تقلید در تشیع علوی، اصل تقلید بزرگترین عاملی بوده که توده‌های پراکنده را در دوره‌ای که رهبری دست شیعه نبوده، رهبری دست هزاران دستگاه و تریبون‌های تبلیغاتی به نام مسجد و امام و پیشنماز و واعظ و قاضی تسنن بوده و تشیع تشکیلات نداشته، نظام نداشته، مرکزیت نداشته، اصل تقلید توده عامی از عالم دانشمند متخصص مجتهد اصلی بوده که هم رهبری توده در دوره‌های سخت
تضمین میکرده و هم یک اصل مترقی بوده که وحدت فکری رو متلاشی نکنه، از طرفی دانشمندان رو آزاد میگذاره که اجتهاد آزاد بکنن و هم با هم اختلاف فکری هم داشته باشن، برخلاف امروزه که هر کسی یک حرف تازه و تعبیر تازه بزنه باید گردنش بزنه. در تاریخ تشیع بهتر از همه تاریخات تصادم و جنگ عقاید بین علمای بزرگ شیعه، بین کسانی بزرگی مثل سید رضی و بین همسالین، در اصول اعتقادی اختلافه و همین اختلافات باعث تکامل فقه شیعه، فکر شیعه و فرهنگ شیعه شده. به طور که عبدالرحمن ابن بدوی، عبدالرحمن بدوی دانشمند امروزی، میگه که اصولا مذهب بینش معنوی و نهضت فکری و روحی و فرو رفتن در اعماق قالب‌های فکری مذهبی کار تشیعه. از طرفی دانشمندان متفکرین رو آزاد میگذاره به طوری که میگه للمخته للمصیبه اجران و للمخته اجر واحد. اگر من یک حرفی زدم بس درست بود حرفم، دو تا اجر دارم، یکی برای که تحقیق کردم کار کردم، یکی برای اینکه حقیقت رو پیدا کردم. اما اگر یک حرف نظریه تازه گفتم غلط بود اصلا، باز یک اجر دارم، حرمت به اندیشه و حرمت به کار تحقیق علمیمه، ولی حرفم غلط. حالا این یک حرفیه، میگه که تو بحثی که راجع به امام زمان کردی یا راجع به فلان کردی بسیار درست، بسیار تازه، واقعا اثبات کردی، اما یک جوری گفتی یک آقایی هست تو محله ما، او دلخور شده، خیال کرده برای او گفتی، یک مثلا شوخی که کردی، بعد دیگه میخواد اصلا بسوزانه ما رو، شمع آذین بکنه، تحمل دیگه نداره. عالم در اجتهادش آزاد، عامی باید در برابر مجتهد مقلد باشه، یک نظام در عین حال اجتماعی و در عین حال علمی. اما تقلید در تشیع صفوی یعنی سمون بکمون امیون بودن همه مردم غیر از کسانی که لباس رسمی دارند و رسمیت هم به نامشون ابلاغ شده در نظام صفوی و همه دیگه بکلی حق تحقیق و برداشت و استنباط و حرف تازه ندارن، و بعد به صورت حکمها و دستورهای یک نواخت خشک بی دلیل بی منطق بی تحلیل فرمان دادن و عقیده را بخشنامه کردن به عمومه، نه در فروع تنها بلکه در اصول اعتقادی، بلکه در روش زندگیمون، بلکه در کاری که میکنیم، در انتخابی که میخوام بکنیم، در برای همه چیز باید بپرسیم. در تشیع صفوی، در تشیع علوی اصولا در اصول اعتقادی تقلید از عالم بزرگ هم حرامه، و در تشیع صفوی همه مقلدن حتی در مسائل عقلی. دعا در تشیع علوی دعای خود علی، دعای خود پیغمبره، دعا در قرآنه، دعای امام سجاد مظهرش، دعاییست که وسیلهیست خواستهای بلند انسانی رو در من دائما تلقین میکنه، زنده نگه میداره، دعاییست که مجموعه شعارهای یک گروهه، دعاییست که مجموعه حکمتها و اندیشه های لطیف شناخت جهان و زندگی و انسان و خداونده. دعای صفوی وسیله لش بودن و جبران همه ضعف ها و ذلت ها و کمبود هاست، و در یک محدوده بسیار پست امام سجاد ببینید دعا برای مرزداران میکنه، خودش هیچ مسئولیتی در جامعه نداره ها، حکومت دست دشمنشه، ولی برای مرزداران اسلام دعا میکنه، برای خودش چی دعا میکنه؟ خدایا مرا ابزار دست ستم قرار مده. این دعاش، این دعای این چی؟ از خدا و با همه واسطه هاش میخواد که فرضاشه بده،
یک مسافر خودش داره، او فقط از مسافرت به سلامت برگرده. تمام مسلمین زیر بمباردمان دارن نابود میشن در اسرائیل. همونجا یه دعا میکرد، مسافر داره، آقازادش پسر عموش رفته به قزوین، تو راب ماشینش مثلا پنچر نشه. در این محدوده خدایا همینجور اشتباهی دو تا رتبه یک جا برای ما صادر بشه، نفهمه کارگزینی. وسیله نفی مسئولیت، وسیله خواستن همه چیزه که باید با اندیشه و آگاهی و شعور و شایستگی خواست و فداکاری جاش دعا گرفته. خود پیغمبر شمشیر میخوره، خود پیغمبر زخم میخوره، به جهاد میره، شمشیر میزنه، تمام دوره یک ماه در خندق رنج میبره، علی پنچندار میکنه، بهترین مهاجرین و انصارش رو دنبالش تجهیز کرده، رهبری دست خودش، افسرش هم مصعب بن عمیر، ابو دجانه است و بعد از همه مهمتر علی است. در احد شکست میخوره. اون وقت این به دعا میخواد تمام جامعه مسلمین نجات پیدا کنه، هیچ کار دیگه هم نمی کنه. برحال تشیع صفوی، بقیهش انشاءالله می نیسم، تشیع صفوی، تشیع علوی بر اساس یک کتاب به اصالت قرآنه. تشیع صفوی بر اصالت مفاتیح الجنان، تشیع علوی بر سیره رسول و ائمه، تشیع صفوی بر مناقب و ذکر مصیبات و کرامات. من یکی از دانشجویان راجع به امام رضا و اینها یک کاری تقریر می‌کرد، گفتم برو اطراف حرم و مسجد و بست و اونجاها رو در مشهد بگرد، هر چی کتاب هست اونجا ببین که راجع به امام رضا باشه. این صد جور تسبیح، هزار جور مهر، 5000 جور نمیدونم آینه، نمیدونم که روش نمیدونم نقش چی داشته، عکس گنبد، عکس نمیدونم چی، بعد تربت، خاک نمیدونم فلان، هندوانه ابو جهلی که روی گنبد میرویه، یک ذره نمیدونم 2 گرمش میدن 50 تومن، پوشش خاص ذره حرم تو قاب میگیرن میفروشن، اینا همه هست. یک رساله ای که 6 خط باشه که این امام رضا که اینجا مدفونه کی بود اصلا؟ نیست، هیچ جام نیست، هیچ جام نیست، نه امام رضا، هیچ کس دیگه نیست. 12 تا اسم تو ذهن ما مقدس، سیره نیست، تاریخ نیست، مناقب و کرامات، تاریخ نیست، ذکر مصیبت. میبینیم تمام تاریخ ما عبارت است از صبح عاشورا، البته روز 9 بعد صبح عاشورا، بعد از ظهرش تمام میشه تاریخ. خود زینب هم گم میشه، بعد گم میشه دیگه، این تمام تاریخ ما میشه، در دست ما. در تشیع علوی اصالت مال شخص پیغمبره، در تشیع صفوی اصالت به فرد و اسم امام دادن، نه امام به عنوان امامی که در تشیع علوی، امام به عنوان یک وسیله‌ای که بتونه پیغمبر رو نفی کنه، کنار بزنه. چرا؟ برای که پیغمبر وجه مشترک هم شیعه است، هم تسننه، هم عثمانی است، هم ایرانی، وجه مشترکشونه. کعبه وجه مشترک هم ماست، هم عثمانی ها بود در قرن 17، باید در کنارش یک چیز دیگه قرار بگیره در کنارش که وجه اختلاف پیدا کنه. و تشیع مبارزه، تشیع لعن و نفرین، تشیع علوی تشیع شناختن، تشیع صفوی تشیع محبت فقط بدون شناخت. من لم یعرف امام زمانهی فقط مات میتتن جاهلیه. این اصل تشیع صفوی علوی، هر کس امام رو نشناخت
جاهلی مرده. اینجا صحبت شناخت امام نیست. در تشیع صفوی نباید شناخت امام ده، باید پرستید. همینجوری فقط پرستید، شناختن ضرر داره آخه برای صفوی. عشق ببرزیم، همینجوری هر کار بکنیم، هی جوش مورد داره، قش بکنیم، بعد آب بزنن، گلاب بزنن، اینا اشکال نداره، تیغ بزنیم، اما نشناسیم کیه. تشیع علوی اصالت شخص، تشیع صفوی اصالت قبره. قبرها بزرگ میشن، طلاکاری میشه، منبتکاری میشه، آینه کاری میشه، اما خود این شخصی که در اینجا هست مجهول میمانه در زیر این آینه کاری ها و طلاها و گنبدها. تشیع امام شناسی، تشیع علوی در برابر تشیع صفوی، تشیع امام پرستی. تشیع علم، علم اسلام در برابر تشیع اصالت تقدس و روحانیت منهای علم. تشیع مشهد، تشیع صفوی در برابر تشیع مکه، در صورتی که در تشیع علوی مشهد و قم و نجف برای شناختن درست مکه است، اما در تشیع صفوی برای متروک موندن کعبه. برای همینم که هر طواف مرقد سلطان علی موسر رضا 7770 حج اکبر است. تشیع علوی، این آخرین جمله، تشیع علوی تشیع کربلا، تشیع صفوی هم تشیع کربلا، اما کربلای ضد کربلا. این بزرگترین معجزه سیاه صفوی که برای نفی اثر حسین، خود حسین ره، و برای خونسا کردن اثر خون حسین، خود خون حسین ره مطرح کرد. برحال دوستان وقت گذشت. تشیع علوی در طول تاریخ در هر نظامی با هر اسمی با هر شکل و طرحی و هر شعاری در برابر ستم، در برابر بی‌عدالتی، در برابر حکومت خیانت، در برابر بذل زندگی ذلت‌بار، در برابر فریب مذهبی تشیع نه بوده و تشیع صفوی تشیع آری است.